وزیر مالیه آلمان فدرال از کاهش کمک‌های اجتماعی برای پناهجویان خبر داد. کریستیان لیندنر، وزیر مالیه آلمان فدرال، برای سال آینده از کاهش کمک‌های ماهانه به پناهجویان خبر داد و گفت انتظار می‌رود که به این وسیله جذابیت آلمان به عنوان کشور ارائه دهنده کمک‌های اجتماعی کاهش یابد. لیندنر در مصاحبه با روزنامه آلمانی راینشاپ پست شماره روز جمعه گفت بسیاری از پناهجویان در آلمان در سال آینده پول کمتری دریافت می‌کنند. بر این اساس گوگان سشغان تأمین کننده حداقل نیازها برای پناهجویان 13 تا 19 یورو کاهش می‌یابد. لیندنر در مورد دلایل این تصمیم گفت میزان تورم در سال آینده کمتر از آن چیزی است که انتظار می‌رفت. افزون بر این قرار است به این وسیله از جذابیت آلمان به عنوان کشور ارائه کننده کمک‌های اجتماعی کاسته شود. در حال حاضر پناهجویان حد اکثر 460 یورو در ماه دریافت می‌کنند. این مبلغ برای اشخاص مقیم در مراکز پذیرش اولیه که تخت، وعده‌های غذایی و لباس دریافت می‌کنند، کاهش می‌یابد و آنها بر اساس قانون پناهندگی 164 یورو در ماه برای هزینه‌های شخصی مانند وسایل نقلیه عمومی، سرگرمی و هزینه‌های تلفن هوشمند دریافت می‌کنند. این قانون در مورد اشخاصی هم صدق می کند که با همسر و فرزندانشان در مراکز پذیرش اولیه به سر می برند و آنها نیز مبلغ 460 یورو در ماه را به صورت کامل دریافت نمی کنند. هوبرتوس هیل وزیر امور اجتماعی آلمان فدرال اخیراً از عدم افزایش بروگرگلت یا پول شهروندی برای سال آینده خبر داده بود و دلیل آن را کاهش میزان تورم عنوان کرده بود. حزب لیبرال دموکرات آلمان FDP نیز که بخش از حکومت ائتلافی است اعلام کرده بود که می‌خواهد در اینجا هم بررسی کند که آیا کاهش بیشتر کمک‌های ماهانه ممکن می‌باشد یا خیر.